2010 فعالیت های کنگره رو دنبال میکردم و به مدت 2 سال هم در هیئت مدیره کنگره بودم. همونطور که ممکنه بدونید یکی از مشکلاتی که من به عنوان یه عضو هیئت مدیره متوجه شدم این بود که متاسفانه کنگره تا حدی قربانی تندروی‌های سیاسی از جانب جناح‌های مختلف شده و تندروی سیاسی هر جناحی باعث شده که یه انقلابی در پیش رو باشه داخل کنگره و گروه بعدی تندروی بیشتر بکنه و از اون ور اون گروهی که بیرون افتاده کارشکنی بیشتر بکنه و در نهایت یه سیکل معیوبی متاسفانه به وجود اومده که افرادی که داخل هیئت مدیره هستن بلافاصله اولا فرض بر اینه که اینا حتما متصل به جناح متضاد بودن که تونستن بیان تو و کارشکنیایی هم که وجود داره اصلا اجازه کار هم بهشون نمیده. من خودم حالا به خاطر کاری که دارم، شغلی که دارم، با آدمای متعددی در تماس هستم، موکلین مختلفی بعد پیش من میاد که باشون کار میکنم و تجربه خیلی جالب بوده چون تونستم با افراد مختلف از گونه‌های سیاسی مختلف در تماس باشم و از لحاظ انسانی و عاطفی که باشون آشنا شدم واقعا دیدم یه اشتراک نکات مشترک خیلی زیادی بین هممون وجود داره. یعنی واقعا افرادی بودن که مجاهد بودن، من خیلی احساس نزدیکی بهشون کردم، اصلاح طلب بودن، احساس نزدیک کردم، سلطنت طلب بودن و بعدا متوجه شدم که اصلا این تفکر سیاسی واقعا برای خود شخص من مثل اینه که بگیم طرف استقلالیه یا پرسپولیسیه، حالا شاید یه ذره اختلاف داشته باشیم ولی به عنوان یه ایرانی کانادایی اونقدر برای من مهم هیچ موقع نبوده. سوالی که من دارم و با توجه به این نکات مشترکی که به عنوان ایرانی کانادایی یا در کانادا داریم، آیا به نظرتون ما به اون بلوغ سیاسی اجتماعی رسیدیم که اون کنشگران سیاسی بتونن به صورت توافقی بپذیرن که کارهای سیاسیشون رو تا جایی که میتونن از کنگره ببرن بیرون که گروهی که سر کاره این نگرانی رو نداشته باشه که اگر من کارام بذارم کنار گروه بعدی قراره بیاد خلافش رو انجام بده و در عین حال بتونیم یه کنگره داشته باشیم که کارهایی رو بکنه که برای همه واقعا مستقصی حساب بشه. خیلی متشکرم آقای آموزگار. خب یاد میگیرم. ولی فکر میکنم مشکل همیشگی کامیتی ما بوده از روز اول تا الان و فکر میکنم همیشه هم خواهد بود و این که ما مسائل نمیتونیم از هم جدا بکنیم. ما تو 90% چیزا با هم توافق داریم ولی ما رو 90% کار نمیکنیم، اون 10% کار میکنیم که با هم توافق نداریم. در صورتی که الان تو همین جمعی که اینجا نشسته اگه بخواهیم حساب بکنیم ما شاید 80-90% مسائل مشترک داریم و من فکر میکنم که اینم چندین بار گفته شد که باید روی مخرج مشترک کار کرد و اون چیزی باشه که توافق کلی باشه. فکر میکنم باید این نتیجه برسیم. بروشم متشکرم. ببینید همه چی نسبیه. ما در انجمن ایرانیان که 30 سال پیش بودیم خوشبختانه شما ها نبودیم، ولی شدت برخوردی رو که وجود داشت مقایسه بکنید ما آدم های خیلی سیویلی هستیم و امیدواریم این پروسه ادامه پیدا بکنه و چطورا ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه ما باید یه جوری با سعی سطر اینو بتونیم ادارش بکنیم چون موجودیت این سیویلیتی رو وارد قضیه میکنه. مرسی. دوستان من فکر کنم که شما نکته خیلی خوبی رو مطرح کردید. من قبلا خدمت شما گفتم که ما اگر مسائل گرایش های سیاسی و عقیده هایی که داریم بذاریم پشت در و بیاریم که من یادم اون دوره اول که ما بودیم رو خیلی بحث کردیم که اینجا که میان باید اون مسائل ایرانی ها، مشکلات ایرانی ها کانادا صحبت کنیم و چجوری میتونیم حل بکنیم و اگر نه تا بحث سیاسی خیلی جای دیگه هم میشه کرد. نکته که هست اینه که اگر کنگره ایرانی ها در توی یک دوره هیئت مدیره ها به این در واقع درایت برسن که این مسائل بذارن کنار مسائل، من واقعا معتقدم که ما تا 20 سال کار داریم انجام بدهیم برای ایرانیان کانادا بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به مسائل سیاسی ایران نمیدونم یا هر جای دیگری بخوام. الان همین خانمی که عصبانی شدن
نمیدونم دقت کردین، گفتن آقا سینیورهای ایرانی دارن توی موش زدن، با موش زدن میکنن. خب ببینید الان ما یک کامیونیتی هستیم که پدرها مادرها ما دارن پیر میشن، اینا سینیور کر لازم دارن، هیچ کدومشون حاضر نیستن برن خانه سالمندان، برای که هیچ کجا زبان فارسی صحبت نمیکنن. دولت اونتاریو چندین خانه سالمندان داره اینجا، کنگره ایرانیان باید بره از اینا بخواد آقا یه بخشی از اینو 50 تا 100 تا 20 تا تختتون رو اختصاص بدیم، اینم پرستار فارسی زبان، اینم نمیدونم این، اینم اون. ما اینقدر مسائل داریم که حل بکنیم که واقعا به نظر من اگر یک ذره فقط، یک ذره اون بحث عقیده شخصی خودمون رو بذاریم کنار، میتونیم کار کنیم. مرسی. آقای مبارک رضوی، خیلی خوشحالم که شما در شهر هستید.